امروز قصد دارم با شما در رابطه با نحوه داشت و پرورش و نگهداری گیاه زیبای هموگرافیس کلرتا باهاتون صحبت بکنم. این گیاه زیبا رو ما میتونیم در حتی آکواریوم ها پرورش بدیم، در حوضچه ها حتی میتونیم پرورش بدیم. و جالب اینجاست که کسانی که آکواریوم داری میکنن این گیاه رو اگر در اون آکواریوم قرار بدن، ماهیام ازش تغذیه میکنن، میخورنش و رشدش هم بدون خاک درون آب به راحتی انجام میشه. اصولا در روی آب شناور قرار میگیره و تولید ریشه میکنه. یادمون باشه که اول ریشه رو در یک بطری آبی جای قرار میدیم، قلمه رو، ریشه که تولید شد اون وقت اون رو ما به داخل آکواریوم، خود گیاه رو ول نمی‌کنیم داخل آکواریوم، چون حالت خفگی بهش دست میده. روی آکواریوم، یعنی بندش نکنه، اون پایین غرقش نکنه، روی خاک آکواریوم، روی آب آکواریوم شناور باشه و ریشه اون پایین باشه که ماهی از اون پایین نوک میزنن و میخورنش. و اگر در گلدون هم بخوام نگهداریش بکنیم، هوای بین 24 تا 18 درجه حداقل، 18 و حداکثر 24 درجه فضای خوبیه. رطوبت هوا نباید کمتر از 50 درجه بشه برای این گیاه زیبا، چون اگه کمتر از 50 درجه باشه حالت پژمردگی بهش میده، خشک میشه، برگاش از شادابی و بشاشی میفته. اگر شرایط نگهداریش خوب باشه، چون گیاه استوایی هستش، میتونه در تمام فصل سال گل بده. گلهاش هم به رنگ سفید، ارغوانی، صورتی و قرمز هستش. و تکثیرش هم از سه روش میشه، از طریق زمانی که گلدون رو داریم عوض میکنیم، از ریشه ها میتونیم جدا بکنیم، به تعداد زیادی میتونیم تکثیرش بکنیم ریشه ها رو، و یا اینکه در اول بهار میتونیم ما به ارتفاع 5 سانتی متر از سر پر ساق قیچی بکنیم. و یادمون باشه اگه داخل خاک میخواییم بکاریمش، به مدت 5 دقیقه داخل قارچ کش میذاریم بمونه، بعد داخل خاک میکاریم. و بهتری خاکی هم که ما برای کاشت این گیاه میتونیم استفاده بکنیم، یک خاک سبک مخلوطی از کوکپیت و پرلایت و پیتماس باشه، و یا اینکه از کامپوست میتونیم استفاده بکنیم، حتی از خاکهای جنگلی هم میتونیم استفاده بکنیم. مقدار خاک مقدار قلیایی باشه برای این خاک بسیار مناسب و ایدئاله. و هرس نمیخواد. زمانی که میخوایم هرس کنیم، به جای اینکه هرس کنیم بریزیمش دور، ما میتونیم بکاریمش، قلمه رو همون موقع ببریم ازش بکاریم، به صورت میتونیم تکثیر بکنیم. گلهای زیبایی میده، در فضای بسیار دلانگیزی به وجود میاره، هم داخل آپارتمان هم داخل، عرض میکنم حتی حیات اگه داشته باشیم، توی حوضچه های کنار حیات، به شرطی که آفتاب خیلی شدید بهش نخوره. و اگر درون گلدون نگهداری میکنیم، حتما یک فاصله حداقل 1 متری از پنجره داشته باشید و چسبه به پنجره اینو نگرش ندارید که به مشکل برمیخوره. میتونیم از برگ خاک پوسیدن برای این گیاه ما استفاده بکنیم، خاک جنگلی رو با برگ خاک پوسیده رو با هم دیگه مخلوط بکنید و بتونین به این شکل انجام بدیم. از بذرش هم که وقتی رشد کامل بکنه در فصل تابستون، اصولا تولید بذر میکنه، سر خوشه های گلش تولید بذر میشه، اون بذرها رو هم میتونیم بکاریم. بذرها رو باید داخل خاک بکاریم مستقیم، احتیاج به سرمادهی نداره. همون موقع بذری که گرفتیم، همون موقع داخل یک خاک کوچولی در یک لیوان کوچولو قرارش بدید و رشدش رو شاهد باشید. این رو الان اگه دقت بکنید، خواهید دید که بسیار حجم گلدون زیاد شده، یعنی پر شده از ریشه. و به همین دلیل یادمون باشه، کسانی که این گیاه رو نگهداری میکنن، هر وقت دیدی که گیاه افتاده حالت پژمردگی، بدون که تشنه است، بدون که ریشه زیاد شده، تا آب بهش بدیم بلافاصله رشد میکنه. این گیاه الان ریشه بسیار زیاد داره. یادمون باشه همیشه گلدون رو که میخوام انتخاب بکنیم، یه گلدون باشه که اینجوری گلدون قبلی کامل توش جا بشه، هم سایز نباشه، زیادی بزرگ هم لازم نیست باشه. گلدون قبلی که عوض بکنیم، حتما با یک مواد بلیچ یا وایتکس یا الکل به این شکلی ضد عفونیش بکنید که اگر باکتری چیزی داخل گلدون هست از بین بره، به مشکل بر نخوریم. خب تای گلدوناتون، همه گلدوناتون، برای هر گل گیاهی که میخواین نگهدارین، به جای سفال و سنگ سعی بکنید یا از زغال استفاده کنید، که چون به تای گلدون سوراخ‌های زیادی داره
سوراخ ته گلدون هر چقدر بیشتر باشه به نفع گلتونه، گیاه خفه نمیشه. از میکنم یا از زغال استفاده بکنید یا از بارک پوسته درخت، ببینید پوستهای درشت درخت رو انتخاب بکنید. به مقدار کم اینا توی این حد اقل بنزه 4-5 سانتی متر توی این پوسته درخت رو بریزید. پوسته درخت ببینید تیکای بزرگی داره، اولا که رطوبت رو نگهداری میکنه پوسته درخت، تولید قارچ نمیشه روش، زغال هم همین وضعیته، هم رطوبت نگه داره هم به دلیل اینکه چوب سوخته دیگه سلول زنده توش وجود نداره به همین دلیل تولید قارچ نمیکنه. وقتی کف گلدونتون رو به این شکل با زغال یا با بارچ یا همون پوسته درخت پر کردید، گلدون رو باید حتما 24 ساعت جلوتر آبیاری بکنید، بذارید گلدون کاملا لوز باشه که وقتی اینجوری میکنین به راحتی از توی اون در بیاد. ببینید بعد یادتونم نره پوست تخم مرغ رو حتما به تمام، ببینید الان پوست تخم مرغ اینجا ببینید، حتما داخل تمام گل گیاهانتون اضافه کنید. خب وقتی که پوست تخم مرغ و خاک ریختیم روش، یه مقدار خاک مجدد بهش اضافه میکنیم، ببینیم که تا جایی که گیاه بتونه راحت توش جا بشه، نباید طور باشه که به گیاه الان تمام ریشه پر شده توی این گلدون، همین مسئله باعث میشه که به سرعت گیاه تشنه بشه و احساس بیاهی بکنه. این الان زیادی پایینه، میذاریمش بالا، یه مقدار بیشتر خاک بهش میریزیم تا سطح خاک بیاد بالا کاملا. یادمونم باشه که گلدونمون رو هیچ وقت نه زیادی فرو بکنیم داخل گلدون، گلمون رو نه انقدی بیاریم بالا که بخواد ازش سرریز بشه، باید دقیقا به اندازه حداقل 5 سان تا 4 سان خاک از لبه گلدون پایین تر باشه. چرا؟ به این دلیل که آبیاری وقت که میکنیم اگر خاک گلدون زیاد باشه موقع آبیاری آب سرریز میشه یا نمیتونیم آبیاری کامل بکنیم، هم مسئله باعث میشه که گیاهمون هم تشنه بمونه هم آب کمی بخوره، همین که خاک از گلدون سرازیر بشه و بریزه فضا رو آلوده بکنه. پس وقتی که این کار رو انجام دادیم به این حالت دور گلدونمون رو پر میکنیم، نمیذاریم این اطعام به این شکل نباید بره توی خاک گلدون. خود گیاه رو کاملا بالا نگه میداریم که حالت خفگی بهش دست نده. این رو عرض میکنم در هوای بین 18 تا 24 درجه سانتیگراد ما میتونیم در فضای بیرون نگهداری بکنیم و اگرم الان من میخواستم تکثیر بکنم میتونستم تمام این گلدون رو از هم تفکیک کنم، هیچ آسیبی نمیرسه، کاملا از هم دیگه جدا بکنید، به 10-20 تا گلدون دیگه میشه این رو تبدیلش کرد، ولی خب چون من الان میخوام این بزرگتر بشه به همین دلیل این کار رو نمی کنم، رها میکنم داخل همین گلدون باقی بمونه. اصولا وقتی که گلدون رو پر از خاک کردیم باید یادمون باشه که آبیاریش رو حساب شده انجام بدیم. این گیاه آب زیادی میخوره، عرض کردم رطوبت زیادی لازم داره، از گلدونای سفالی برای این گیاه استفاده نکنید. چرا؟ چون آب گلدون سفالی به سرعت از بدنه گلدون تبخیر میشه و این گیاه به حالت تشنگی هم میشه به سر میبره. پس اصولا گیاه رو در یک گلدون پلاستیکی نگه میداریم که رطوبتش کاسته نشه، در یک رطوبت نسبی نگرش میداریم که همیشه بتونیم از رطوبت خاک برای سالمتر موندن و زنده موندن و سرحال موندن گیاهمون استفاده بکنیم. خب این خاک رو که کاملا مطمئن باشید که خاک کم و زیاد نشه، تمام دور تا دور گلدونتون رو چک بکنید طوری که گلدون گیاه پهلوش خالی نباشه که ریشه بخواد هوا بکشه. وقتی ریشه هوا بکشه پهلو شروع میکنه از همون یه نقطه خشک شدن گیاه. خب
این تا اینجا خاک کامپوستی میذاریم کنار. حالا برای آبیاریش هم بلافاصله بعد از این کار حتما آبیاریش میکنیم. آبیاری هم که میکنیم یادم باشه حتما حتما باید طوری آبیاری بکنیم که از ته گلدونمون آب سرازیر بشه. اگر از ته گلدونمون آب سرازیر نشه گلدونمون مشکل داره، گیاهمون دچار خفگی میشه. یعنی بیشتر کسانی که گیاه رو میارن خونه یا به هر ترتیبی میگن که گیاهمون حالت سوختگی بهش دست داد، حالت پژمردگی بهش داد، دلیل بیشترش ناهماهنگ بودن آبیاری گیاهه. گیاه آبیاری منظم میخواد ولی نه غرغابی. زیاد که به گیاه آب بدیم گیاه خفه میشه. خب این رو حالا بعد از اینکه تموم شد میذارمش من اینجا که آب اضافه از این تخلیه بشه. حسابی این آبیاریش میکنیم الان که این گیاه کاملا از اون حالت خفگی دست بده که بهش دست داده بود دیگه اون حالت ازش دور بشه و نشاط و شادی بیاد به سراغ این گیاه قشنگمون و گلهای زیبایی تولید بکنه که از دیدنش هممون لذت ببریم. پس بیایید همه با هم دست به دست بدیم برای حفظ و نگهداری یک طبیعت خوب و زیبا. اگر یک طبیعت خوب و زیبا نداشته باشیم، اگر اکسیژن نباشه، اگر ویروس باشه، اگر بیماری باشه، هیچ کدوم از ثروت‌های دنیا ارزشی نخواهند داشت. ببینید الان صدای آب که از ته گلدون سرازیر شد توی سطل بعدی مشخصه. دوستتون دارم، به امید کلیپ‌های بعدی خدایا رو نگهدارتون.